کجا رفتین؟ بعد از پاریس من خیلی علاقه به سینما داشتم، خیلی علاقه به کنسرت داشتم و یه دوستی داشتم که اون به من میگفت تو ناصیت نوشتن هنرمند. گفتم تو اینا کجا میبینی؟ گفت آخه من میبینم تو وجودت این هست. خیلی منو میبرد به کنسرت‌های درجه یک، واقعا همیشه اون منو میبرد. نمیدونم الان هنوز در قید حیات هست یا نه، ولی خیلی در اون زمان من کمک کرد. ایرانی بود؟ بله ایرانی بود. دلبستگی هم به من داشت و میرفت بهترین کنسرت ها رو با غیبت های گزاف میخرید منو میبرد. و اینطوری من با موسیقی، با کنسرت، با نقاشی خودم میرفتم. یعنی تو پاریس به موزه نبود که نرفته باشم. موزه لوور اصلا یه جایگاهی بود که دائم میرفتم، شاید مثلا 100 بار رفتم و چیزهایی رو اونجا دیدم و کشف کردم که هیچ وقت از یادم نمیره. یعنی هی فکر میکردم برای ما که انقدی خونه مثلا بی تفاوتیم به فرهنگ خودمون، بی تفاوت بودیم، یعنی شناخت نداشتیم از فرهنگ ایران، دیدم در قسمتی که مربوط به ایرانه صف میبستن. و من پیش خودم گفتم اینا برای چی صف می‌بندن؟ تمام این به هر حال چیزای تخت جمشید اونجا بود، مردم واسه صف می‌بستن برن ببینن. من در پاریس به اهمیت فرهنگ و ملیت خودم پی بردم. مدرسه بود به اسم مدرسه السنه شرقیه و من که درست فارسی بلد نبودم که اونجا رفتم و فارسی رو اونجا یاد گرفتم. یه استادی بود به اسم هانری ماسه. آنی مثل استاد زبان فارسی بود و من رفتم پلوش رو میخواستم یه چیزی ازش بگیرم. رفتم همینجور دارم با شما صحبت میکنم، با اونم صحبت کردم، گفتم که من این دنبالی همچین کتابی میگردم. برگشت هنوز صداش تو گوشم میگفت بروید آن کتاب را از دغبان طلب کنید. گوش دادم گفتم این چه زبانی بود صحبت کردم؟ خیلی به ادبیات ایران وارد بود ولی اینطوری صحبت میکرد، زبون به هر حال محاوره معمولی براش خیلی، اصلا اگه حرف میزنی نمیفهمید شما چی داری میگی، ولی شناخت از عجیبی داشت راجع به فرهنگ ایران. و من وقتی که سعدی رو آوردم روی صحنه از کتاب اون خیلی استفاده کردم، یعنی اون پا به پا منو برد و نشون داد. و اونجا یاد گرفتم که اینا وقتی میخوان راجع به فرهنگ ما صحبت کنن همینطوری حرف نمیزنم، پشتش شناخته، پشتش یک مطالعه چندین ساله است. و یادم می نوشتم یه چیزایی به من میگه خب اینا که می نویسی خوبه ولی تو چرا نقشه نداری؟ گفتم که نقشه نمیتونم یعنی چی؟ یعنی میگفت اول اینو باید بنویسی، دوم اینو بنویسی، سوم اینو بنویسی. نظم نوشتاری رو به من یاد داد، در صورتی که مثلا به ما میگفتم برین چه میدونم راجع به پاییز بنویسین. همینطوری دل گشاده خودمون رو باز می‌کردیم، هر چی تو دهنمون میومد می‌دیدیم با حسای قوی، ولی چیز نداشت، نظم نداشت. آقای هانری ماسه به من یاد داد، واقعا یاد داد، یادش بخیر. فکر نمی‌کنم هنوز در قید حیات باشه، فکر نمی‌کنم. بعد همین پسر جوونی که دلبستگی هم به من داشت میگفت تو هنرمندی، منو بود مدرسه سینما، منو بود اسم من تو مدرسه سینما نوشت. پدرتون اینا مخالفتی نکردن؟ خانواده حرفاشو گوش نمیدادیم زیاد، ولی پدرم میگفت اینا برای شما نون آب نمیشه. وقتی من ازدواج کردم به پدرم گفتم ببین من دنبال نون آبی تو میخواستی نرفتم، ولی همسر یکی از مهمترین پزشکای ایران شده. خب بسه دیگه، خوبه. خب من رفتیم مدرسه سینما اسم نوشتیم. بله من اسمم اون پسر نوشت. سالش هم یادتون نیست چه سالی بود؟
نه مدرسه وژیرار بود، اونجا دو تا مدرسه بود، موقعی که وژیرار بود یکی ایدک بود. این منو برد توی وژیرار، نوشت اسمم و گفت برای اینکه اینجا به تو تکنیک کار یاد میدن، توی اون یکی که مال چیز بود ایدک بود، میگه اونجا بیشتر ادبیات بهت یاد میدم، به درد تو نمیخوره، این به درد تو میخوره. شاید هم راست میگفت، نمیدونم، ولی تکنیک سینما رو من اونجا یاد گرفتم. چند سال؟ سه سال اونجا بودم و یه پایان نامه ای نوشتم روی که از رباعیات خیام که الان درست یادم نیست اون رباعی چی بود، بهترین نمره رو تو مدرسه آنن که فکر کنید تو پاریس اینه که تو مدرسه هم برای تکنیک هم برای موضوع به من دادم و خب پسرها خیلی خوششون نیومد، چون ما دو تا دختر بودیم بین مثلا 30 تا پسر. کارگردانی خوندی؟ بله دیگه، اونجا چند تا کارگردانی بود، کارگردانی خوندم. اون چی که برای من اونجا مهم بود، شما در هفته اقلا بایستی 20 تا فیلم میدیدین، راجبش میدین حرف میزدین، میومدین اینا رو تحلیل میکردین. خیلی مهم بود اون آموزشی که به ما میدادن، فقط کافی نبود بری اسمتو اونجا بنویسی و همین. خیلی هم سختگیر بودن، هر سه ماه اگر در توان ادامه اونجا نبودی بیرونت میکردن. یک کسی هم با من بود، حالا اسمشو نمیخوام بیارم برای اینکه اونم تفلک، با آموزشی که در ایران دیده بود فکر میکرد اونجا بایستی مثلا ما اونجوری عمل کنیم. یادم روز اولی که ما رفتیم تو مدرسه، این مقدار از این فیلم های سلولوئید بود، چه بود که میزدید آتیش میگرفت، ریخته بودم وسط مدرسه. بعد یه جارو هم به ما دادن، یکی به من دادن، یکی حالا اسم اون جوونه نمیخوام بیارم به اون دادن، گفتم برین جارو کنین. بعد اون پسر من خانم صاحب نری جارو دستت بگیری، عکستو میندازن میفرستن تهران، میگن شما اونجا رفتین جارو کشی میکنین. ولی یه دیسیپلینی داشت مدرسه که باید انجام میدادی، اگه انجام نمیدادی ردت میکردن، میگفتن برو. نگرش نداشتن، یعنی اون آرش میومد که ما یه جارو دستمون بگیره. مدیر مدرسه یادم میگفت شما با جارو دستت بگیری بدی تو تمام این بالاخونه های خود استودیو، تمام این پروژکتور رو تمیز کنی، پیاده کنی، دو مرتبه ببندی، یاد بگیری. وقتی به یکی میگی برو مثلا پروژکتور رو بردار، ببین این پروژکتور چی هست اصلا. پروژکتور یه شی نیست، یه موجودیه که تو باید برش تسلط داشته باشی. اینو تو اون مدرسه به من یاد دادن و من جا نزدم، جارو هم دستم گرفتم، جارو هم کردم و موندم تو مدرسه. به هر حال من از اون مدرسه خاطرات بسیار دلنشینی دارم و بسیار خوشبختم که اون دوره رو طی کردم و بچهای بسیار سرشناسی رو باشون آشنا شدم که بعد جزو کارگردان معروف اون پاریس شدم. هم کلاسی ها کیا بودن و خاطراتتون از اونا چی؟ اونا خیلی بچه هایی بودن که معمولاً از طبقات متوسط فرانسه می اومدن. فقط یه پسری بود که اون خیلی اشرافزاده بود، خیلی هم بچه زرنگ و زبر و زرنگ هم بود. اون تنها آدمی بود که از خانواده خیلی مرفه اومده بود، بقیه نه، بقیه معمولی بودن، مثل همین بچه هایی که الان میدن تو سینما یا تو تئاتر در ایران. و یکی از این بچه ها یه جوری دلبستگی خاصی من پیدا کرده بود. بعد ما مثلا فرض کن خونمون اینجا بود، درخت ها رو میبینین اونجاست، اون درخت هم یه درخت چناری بود. بعضی از این بچه ها میرفتن بالای اون درخت چنار، شروع میکردن برای من ساز زدن. بعدم پدرم میگه این پدر سوخته کی اونجا واسه ده؟ گفتم من نمیدونم. میدونستم، حالا من نمیدونم. خب اینا چیزای دورهای بچگی جوونی آدمه که هر کی خاطره این داره. ولی یکی از اون بچه‌ها که من در حدود مثلا 2 سال پیش دیدم که فوت کرده، توی روزنامه پاریباش دیدم عکسشو. خب این همینطور یه نامه‌هایی بود بهش میگفتن پرومانتیک، یعنی میفرستادن 10 دقیقه دیگه پالتو بود. مثلا روزی 50 تا از این نامه ها برای من میفرستاد. خواهر من خب 10 سال از من کوچیک‌تر بود، این نامه رو جمع میکرد، خودش بر من بعدن تعریف کرد، میگفت میدم مدرسه، میگفتم اینا رو بر من نوشتن. اونم خب خوب کردی گفتی، ولی نمیومد به اون که مثلا همچین نامه هایی براش نوشته شده باشه. آره اون دورم خیلی دوره عجیبی بود و پدرم خیلی عصبانی میشد، کیه میرون بالا میشینه خونه ما رو نگاه میکنه برای تو ساز میزنه. سال
54954 شما مدرسه رو تموم کردین؟ بله 54-55 بود که مدرسه رو تموم کردین. بعد چیکار کردین؟ خیلی جاها رفتم ولی تو پاریس، یعنی 55 من اینجا دارم 55 تا 58 آموزش تا در مکتب تانیا، تانیا بالاشوا، بالاشوا تانیا بالاشوا واقعا استادی بود که به من تو آتو یاد داد. مدرسه کجا بود؟ مدرسه نه بود، مکتب بود. اینا مکاتبی داشتن که ورود به اونجا بسیار مشکل بود. تانیا شما رو میپذیرفت، باید حرف میزد یا میگو برو یا نگرت میداشت. حالا من شانس آوردم که من نگر داشت، برای اینکه خیلی رد میکرد، میگفت اصلا مال این کار نیستی، برو بی خود اومدی. صداهای ما رو امتحان میکرد. خب من دید یه مطلی به امداد خوندم، بعد صدای منو چیز کرد شنید، گفت صدا مال تو نیست. گفتم چی میگی؟ خب صدای منه دیگه. ما این صدای تو نیست، تو صدای خودت هنوز پیدا نکردی. خیلی به من کمک کرد صدایی که امروز من دارم با شما حرف میزنم بتونم یاد بگیرم. تانیا یه موجود عجیبی روس سفیدی بود که آمده بود اونجا، مکتبش هم خیلی سخت بود. اگه میرفتی یه خورده اونجا مثلا دیسیپلینش رو نمیپذیرفتی، بعد از یکی دو ماه بیرونت میکرد. منو بیرون نکرد، من موندم تا آخر پلوش. و همیشه هم والا الانم که میرم روی صحنه تئاتر همیشه میبینمش. یه چشمای با نفوذ سبزی داشت که تو تمام وجودت رخنه میکرد. یه شخصیت به خصوصی بود تانیا. چی یاد گرفتیم اونجا؟ چی یاد گرفتیم؟ شناخت تئاتر. اصلا تئاتر چیه؟ یه متنی که میدن دست تو، چجوری باید به تمام زوایای حسیش و فکریش رو پیدا کنی. اون تانیا به من یاد داد واقعا. چند سال بودیم؟ چند سال بودم پلوش؟ 2-3 سال بودم پلوش. هیچ وقت یادم نمیره. یعنی یادمه که این تعطیل که میشد مثلا زور میشد، همه بچه‌ها باش میرفتیم نهار میخوردیم اونجا، همه تو سر کولش میزدن، ولی وقتی میمدیم مد توی کلاس اون معلم بود با شاگرد و تئاتر واقعا تحلیلش رو به من یاد داد که متنی که میاد دست تو چجوری با تحلیل کنی، چیزای پنهانش رو پیدا کنی. و همیشه واقعا هنوز که هنوزه، خیلی وقت من فکر میکنم یه 40-50 سالی هستش که از دنیا رفته، میبینمش و یادم میاد چه چیزهایی به من گفت و چه چیزهایی به من یاد داد. نمایشی هم رو صحنه بردین؟ تانیا اجازه نمیده کسی نمایش ببره، فقط یاد میداد که یه صحنه رو چجوری کارگردانی کنی. کار یعنی اون مکتب خانم تانیا که 1958 من دارم عددشو، که شما از جا اومدین تموم شد اومدین بیرون، بعد کجا رفتین؟ اسپانیا رفتم. خیلی جا رفتم. اسپانیا در واقع مدرسه که ما کار میکردیم به ما دو تا پیشنهاد داد که ما بریم تو اسپانیا دنبال کنکیستادورا، یعنی این آدم های خیلی معروفی بودن که ما بریم ازشون یه تهیه کنیم یه چیزی راجبش، ولی با یه پول محدود میتونستیم. یعنی کنترل میکردن که با این پول محدود بریم و با همین دستاورد خودمون بیاریم، یعنی فیلم بسازیم. بله فیلم کوتاه بسازیم که ساختیم و متاسفانه من هیچ چیزی نگه نداشتم برای خودم. وقتی که ما رفتیم اونجا در فرانسه یک اعتصاب سراسری به وجود اومد که اصلا 10 شایی دیگه برای شما نمیستم پول بفرستم. من به این بچه‌ها گفتم برگردیم. گفتن چی میگی تو برگردیم چی ما باید بریم کار انجام بدیم. گفتم یعنی چی انجام بدیم؟ حالا میبینی. میرفتیم اول کاری که میکردن، 4 تا پسر بودن، یه پسر فرانسوی بود، ایتالیایی بود، 2 تا پسر فرانسوی بودن. میرفتیم تو شهرداری ها، گفتم ما میریم تو شهرداری ازشون پول میگیریم. گفتم یعنی چی میرن ازشون پول میگیریم؟ گفتم میگیریم دیگه. تو شهرداری ها اینا میرفتن خودشون معرفی میکردن، میگفتن ما اینیم اینیم، هدفمون اینه، ما رو فرستادن دنبال یه همچین برنامه ای و ما میخواییم را بیفتیم. و به من میگفتن تو بگو. گفتم من نمیگم، من گدا نیستم، من نمیگم. گفتم باید بگی، اگه نگه ما جا میمونیم. خب میگفتم و همه هم موافقت میکردن، یعنی ما به همون نه پول خیلی هنگا، ولی پولی که ما بتونیم به سفرمون ادامه بدیم. اینو این فرانسوی ها به من یاد دادن که آدم میتونه یه هدف داشته باشه به مقصود خودش برسه واقعا.
چطور شد با همسرتون آشنا شدیم و چه سال با هم ازدواج کردیم؟ یه آشنایی خانوادگی داشتیم. من از بچگی خانواده من با خانواده شوهرم از نزدیک آشنا بودن دیگه. ما همیشه هم دیگر میبینیم، بچه بودیم دیگه، با هم بازی میکردیم. نمیدونم اصلا نمیدونستیم بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد. چند سال تو ما ازدواج کردیم؟ 18-19 سالم بود، 20 سالم بود، همچین. خیلی وقت زندگی هم خیلی زود ازدواج کردیم. بله؟ خیلی زود ازدواج کردیم. بله. یعنی ازدواج کردیم و ما شما فرانسه بودیم. تو فرانسه ازدواج کردیم دیگه. اونم فرانسه بود. اونم اومد فرانسه درس بخونه. بعد پدر مادر سپرده بودنش به پدر مادر من که این مثلا این کسی بالا سرش باشه و چون قرار بود بره امریکا، ولی نمیدونم بگه تقدیر تصادف دارم چی فرستادنش فرانسه که یه چیز داشته باشه، یه کسی بالا سرش باشه. من یادمه که پسرم وقتی بخواست بره دانشگاه، من به پدرش گفتم ببین آدم نمیدونی تو این مملکت چه خبره، پول تحصیلی رو همه رو بهش بده بره. به من نگاه کرد گفت یعنی یه پسر 17 ساله رو اینقدر بهش پول بدم بفرستمش بره فرانسه خراب شه؟ نه نمی کنم این کارو. نداد، گفت نمیدم، این بچه هم خراب میشه بره اونجا. من یه بچه 17 ساله رو با یه کلی پول بفرستم بره پاریس؟ نه. شما هم یه پسر دارین؟ یه پسر یه دختر. خب وقت پسرتون چیکار کرد؟ پسر من چیز کامپیوتر، استاد کامپیوتره. کجا؟ کجاست؟ پاریس. پاریس. عاشق پاریسش، اونجا به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده و خب مثل وطن دومشه دیگه. اونجا زندگی ازدواج کرده؟ اونجاست، ازدواج نکرده ولی پاریس. دخترتون چی؟ دخترم همون تو قسمت‌های عرفانی و یوگا و این چیزاست. اون هم همینجا، اینجا پلمنه. آها اینجاست. شما ازدواج کردن؟ اونجا هم ازدواج کردن. چما کسی رو سراغ دارید ازدواج کنه؟ حالا فعلا که مثل بر افتاده.